25 فروردین ماه 1396 خورشیدی و 14 آوریل 2017 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به انتخابات ریاست جمهوری. پرده آخرم آخر برنامه. پیش از شروع موظفم عرض کنم خدمتتون که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی این هفته. وارد سیستم قضایی شدم، شکایت کردم و اونجا با فساد گسترده‌ای که توی قوه بود برخورد داشتم، پیگیری کردیم. مرحله اول یه دونه از قاضیای دادگستری استان اصفهان و کارشناسای رسمی دادگستری بود که بازداشت و دستگیر شدن و انفصال خوردن. مرحله بعدی به یه باند خیلی قوی‌تری توی قوه قضاییه برخورد کردیم که توی مسئله زمین‌خواری، آبخواری، قاچاق مواد مخدر با کسایی که تو قاچاق اسلحه به قول معروف ارتباط داشتن، فساد اخلاقی در حد گسترده برخورد داشتیم که دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت اطلاعات، مثل کمیسیون اصل 90 مجلس و موارد دیگه هم روی پرونده ورود پیدا کرده بودن. اما با توجه به اینکه این باند توی قوه قضاییه خیلی قدرت شدیدی داشت، کار به جایی نرسید. بنده گزارش دادم به آقای محسنی اژه‌ای، دادستان وقت، و انتظار این بود که آقای محسنی اژه‌ای به این پرونده رسیدگی کنه. حالا به هر ترتیب دادستانی تشخیص داد، عین گزارش بنده برای قاضیای متخلف ارسال شد. دسترسی پیدا کردن به آدرس و شماره تلفن بنده و شکایت کردن، تهدید کردن که پیگیری نکنم. یه جلسه مذاکره داشتن و بعد هم دیگه بنده رو توی اون محل به قول قدرتی که داشتن و اتفاقایی که تخلفات افتاده بود به اتهام نشر اکاذیب و افترا، چون گزارش داده بودم به دادستان کل کشور، یک سال حبس خوردم. حالا مجددا مترصد هستیم که انشالله با فشاری که بچه های دانشجوی عدالت‌خواه و افکار عمومی آرن، قوه قضاییه مجبور بشه که فساد توی سیستمش قبول کنه و انشالله چاره اندیشه بشه که با این فساد برخورد بشه. ما مردم چقدر بدبختیم که هر 4 سال یه بار دوباره اشتباه میکنیم. خب توی این 37-8 سالی که انقلاب شده، مملکت یا دست چپیا بوده یا دست راستیا بوده. دوباره میدید به اینا؟ دوباره به اینا رأی میدید؟ اینا چه گلی ریختن توی این چند سال سر مملکت؟ مردم چند بار چوب میخورید؟ سیاسیون ما قابل اعتماد نیستن. اگر بودن این وضع مملکت ما نبود، این اقتصاد ما نبود، این زندان‌های ما نبود، این آمار طلاق ما نبود، این فقر تو جامعه ما نبود. این اگر پولا رو خرج این مملکت می‌کردن، باید کف هر خیابون و کوچه ای رو خشت طلا بکنن. مگه ایران نداره؟ با این همه معدن، با این همه دارایی، پولا کجا میره؟ خرج چی میشه؟ کجا میره؟ احمدی نژاد رفت، روحانی آمد. 4 سال پیش چقدر وضع مردم، وضع اقتصادی مملکت فرق کرده. تو 4 سال دوم احمدی نژاد، یعنی تا آخر سال 91 بگیرین، حدود 350 میلیارد دلار درآمد نفتی، 100 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی به دست اومد که با احتساب میانگین قیمت دلار 2000 تومانی تو سالهای 88 تا 91، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی حدود 1000 تریلیون تومان، یعنی 1000 میلیارد تومان بوده. خب حدوداً اندازه منابع ریالی درآمدهای ارزی دولت روحانی این 4 سال از 92 تا، یعنی اون 4 سال با این 4 سال به دلیل تفاوت قیمت نفت. خب این 1000 میلیارد تومان کجا رفته؟ به قول حجت الاسلام دانشمند که شنیدین، خرج چی شده؟ فقط یه قلم بگم بگذاریم. سالی 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود که خرج سوریه شده. یعنی تو این 4 سال 60 میلیارد دلار میشه 200,000 میلیارد تومان فقط خرج حضور ایران در سوریه شده.
چه فرقی اینا با هم میتونن داشته باشن؟ احمدی نژاد باشه، روحانی باشه، وقتی رئیس جمهور تابع رهبر و سیاست‌های کلانی است که او مشخص میکنه. خامنه ای 4 سال پیش آمد گفت حتی اگه نظام رو قبول هم ندارید ایرانی که هستین، من میخوام صندوقای رأی جلوش صف بسته بشه، شلوغ بشه، بیاین رأی بدین. امسال هم حرف 4 سال پیش زد، هر سال میگه، امسال هم گفت، چون به هر تقدیر میخواد صف رأی دادن شلوغ باشه تا بتونه به جهان بگه نظام مقدس که بنده رهبرشم، میگه حقیر رهبرشم این همه طرفدار داره. ببینید، در درجه اول برای این حقیر اون چی که مهمه شرکت عمومی در انتخابات است و همه آهادی که میتوانند رأی بدند و مشمول قانونند وارد انتخابات بشند و انتخابات رو پرشور کنند. این اولین خواسته و مهمترین خواسته ماست. بله، بعد چی؟ بعد یادآوری این که نقش رهبر و پیشوا در انتخابات چیه؟ هر کس بخواهد با نتیجه آراء ملت در بیفتد بنده در مقابلش می‌ایستم. در سالهای گذشته هم، انتخابات‌های گذشته هم همینجور بوده. در سال 76، در سال 84، در سال 88، در سال 92 بعضی مقابل چشم مردم بوده، مردم مطلع شدن، بعضی هم مردم مطلع نشدن، اما این حقیر خب در جریان قرار گرفته. در همه این سالهایی که شمردم کسانی بودن که میخواستن در مقابل انتخابات بیستن. حالا در سال 88 آشکار شد، آمدن توی میدان اردوکشی کردن. در اون سالهای دیگه جور دیگری، در همه این سالها بنده ایستادم، گفتم نتیجه انتخابات مردم هر چی که هست این باید تحقق پیدا کنه. این اونجاییست که من در امر انتخابات دخالت میکنم و میستم. شما بیست، اما مردم چی؟ چرا خبر ندارن از اینکه تو همه اون سالهایی که شمردی کی و کجا تقلب کرده و کی تقلب کرده؟ این حقیر به جای مردم، به جای قانون، پیشوا به جای همه چیز. چرا هیچ وقت تو هیچ کدوم از این سالهایی که شما شمردین آقای خامنه‌ای متقلبانی که حقیر میشناسیشون نیاوردین تلویزیون در سیمای خودتون که حرفاشونو بزنن، ادعاشونو بکنن و جوابشونو بگیرن؟ شما میفرمایید و همه باید باور کنن. پاسخگو نبودن به مردم اینجا هاست که حالیه حتی ناآگاه‌ترین قشر جامعه میشه. وقتی پاسخگو نباشی همینطور میای سربسته یه چیزی رو میگی و هیچ کم ازت نمیپرسه کو سند اتحاد، کجا تقلب شده که حقیر خبر داره ولی مردم خبر ندارن؟ کی تقلب کرده؟ همینطوری تو بیای بگی احمدی نژاد به من نزدیکتر و بعدم بگی سران فتنه تقلب کردن و تمام، و اونایی هم که منافع دارن در سینه زدن زیر عبای حقیر سینه جونو بزنن. امسال این وسط سیمای جمهوری اسلامی هم هر روز آمد فیلم‌های مختلفی پخش کرد از انتخابات و حواشی انتخابات. انبوهی آدم صف کشیدن برای رئیس جمهور شدن. 600-700 نفر امروز آمار دادن، ثبت نام کردن. اینو میگیم ضد آگاهی، ضد فرهنگ. خب بعضی هم وقتی نگاه میکنن این فیلم‌ها رو میگن بیا از این آزادی دیگه بیشتر هر کی میخواد میتونه ثبت نام کنه واسه رئیس جمهور شدن. مهمترین برنامه چیه؟ برنامه من آج آقا ایزو میدی بشینم اونجا؟ نه خسته شدی؟ نه خسته نمیشم هرگز، من خیلی کوتاه میخوام. نه باشه، برنامه من انجام و عمل یک به یک قانون اساسی جمهوری محترم اسلامی ایران. من از آذربایجان اومدم، از چیز شهرستان هریس، روستای کلوانه. قانون رو الانش هم همینطوره، سعی میکنم ورود ممنوع نرم. کیا خبر دارن اومدی ثبت نام؟ از اعضای فامیل، آشنا؟ هیچ کس، فقط خودم. حتی همسر نمیدونه؟ نه. و
مردی با 4 خودکار و 3 عینک. پروژه‌ای دارم، حقوق بیکاری مای 15 میلیون تومان به شهروند ایرانی میدم. دیگر حق دخالت به سیاست امور کشور نکنه. دوقلوهای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری. این آقا هم میگه 22 میلیون رأی دارم. رسالت جهانیه. یعنی چجوری بعد وحی میشه؟ هم خواهم در دیده رحمت یه عالم نیست. من برای جهان ایزم الان اومدم حاضرم با شما هم کاری کنم. الان کارای ثبت نام تموم شده؟ الان ثبت کردیم. طرح مسکن دلباز را خودم در آوردم که قرار منابع طبیعی در حوالی شهرها زمین‌های افتاده زیادیه. 9000 متر زمین افتاده را بدن به جوانان بیکار که برن باغ بسازن به پرورش شترمرغ و علف اسوس. فکاهیه دیگه. مسخره کردن مردم. چرا تو کشورهای غرب هر کسی نمیره ثبت نام کنه واسه رئیس جمهور شدن؟ چرا؟ چون نامزده از حدود 2 سال قبل از انتخابات تو حزب و گروه خودشون یا اگه مستقل باشن تو رسانه ها به هر حال مطرح میشن، از دل بحث ها و برنامه ها میان بالا، هم احزاب اونا رو میشناسن هم مردم. چند ماه مونده به انتخابات از افراد شاخص این حزب و اون حزب بالاخره از هر حزب یه نفر میشه نامزد نهایی. بعد این آدم ها از طریق رسانه ها شناسونده میشن، خودشون مطلب مینویسن تو این نشریه و اون روزنامه، خودشون رو درگیر میکنن، نظر میدن درباره مسائل مختلف. اینجوری هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی شناخته میشن. معلومه که دکوندار محل ما تو آمریکا نمیره خودشو نامزد ریاست جمهوری بکنه. میتونه این کارو بکنه. نه شرطی هست، نه مانعی هست، نه شورای نگهبانی. برعکس دروغ گنده‌ای که رهبر معظم هر دوره میاد تکرار میکنه. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات هست. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره، حالا اسمش چیز دیگه است، اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبن ببینن اون کسی که وارد میدان انتخابات می شود، نامزد انتخابات می شود، آیا صلاحیت دارد یا نه. باید احراز کنن صلاحیت را. اگر دیدن که کوتاهی شده از آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلوشو می گیرن. این حق اونهاست، حق قانونی اونهاست. دروغ محض. این تنها کشوری در سراسر آمریکا و کانادا و اروپا که شرط گذاشته فرانسه است که اونجا اگر کسی بخواد در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری حضور داشته باشه، غیر از نامنویسی باید حداقل 500 تا امضای معرفی از شهردارا، نماینده ها و مقامات رسمی فرانسه جمع آوری بکنه. جز این هیچ شرطی نیست، وگرنه کجا سازوکاری دارد مثل شورای نگهبان، حالا با یه اسم دیگه. چیه این دروغ رهبر معظم که هر 4 سال یه بار تکرار میشه تا سانسور و سرکوب حق طبیعی انتخاب شدن ایرانی ها توجیه بشه؟ سیمای جمهوری اسلامی هم که بهش میگن سیمای ملی، که معلوم بشه هم متعلق به همه مردمه و هم تنها شبکه تلویزیونی مملکت امام زمان در قرن 21، پیشاپیش تصمیم گرفته که کار شورای نگهبان رو بکنه. اسم یه عده رو میگه که ثبت نام کردن، اسم یه عده رو نمیگه. اگر یهو خبرنگار بیچاره اشتباهی بکنه، زود میخوان رفع رجوعش بکنن، که خب تابلو هم میشه دیگه. حالا ببینید، در حال حاضر هم آقای حمید بقایی در واقع خب ارتباط ما با صداد انتخابات کشور قطع شد. ادامه خبرها. نشر نخستین ارتباطم برقرار دوباره میشه اطلاع بدید؟ خب ارتباطمون قطع شد به دلیل مشکلی که پیش اومد. ادامه ارتباط ما در صداد انتخابات کشور و همکارم خانم نوری. نگم بقایی رو خانم نوری صدای بنده رو دارید؟
بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه خبر. همونطور که خدمتتون عرض می‌کردم آقای مسعود ظریف‌آفان برای ثبت نام امروز اومد. ایشون رئیس بنیاد شهید بودن در واقع دولت دهم. در حال حاضر هم آقای منتظری دادستان کل کشور در حال بازدید از روند در واقع ثبت نام در ستاد قرار بوده بقایی رو نگن مثلا اسمشو. این کارهای آبرو بر نمیدونم اصلا اینا چقدر براشون آبرو مهمه. امسال هم مثل هر دوره شورای نگهبان میاد چند نفر به اونا نامزدان نهایی از فیلتر رد شده اعلام میکنه، ولی پیشاپیش مخالف دو قطبی شدنی است که یک سرش احمدی نژاد باشه، چون خامنه‌ای نمیتونه کنترلش کنه. اگه میتونست کنترلش کنه و آتویی دستش نداشت که جلوی محاکمه‌اش رو نمیگرفت، زورش حد اکثر اینقدر میرسه بهش که بهش توصیه کنه شرکت نکن. توصیه ولی فقیه، البته خب امر ولی فقیه هم محسوب میشه دیگه، میگه شرکت نکن تو انتخابات که وضع من و تو و وضع مملکت به گفته خودش بدتر از این که هست نشه. یه نفری آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود و اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنیم. اون یه چیز عادی است، انسان بایستی اون چیزی رو که میبینه و میفهمه و فکر میکنه که به نفع برادر مؤمنشه باید به او بگه دیگه. ما هم اوضاع کشور رو خب غالبا بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم با اوضاع کشور. آدم‌ها هم به خصوص آدم‌هایی که صدها جلسه با ما نشستن و برخواستن بیشتر و بهتر از دیگران میشناسیم. با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما وارد بشید. بله. فردای این صحبت خامنه‌ای محمود صادقی نماینده مجلس جرم رئیس جمهور محبوب سابق رهبر رو اعلام کرد. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه خودشون اعلام کردند به شخصی که با ایشان مشورت کرده بود برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، فرمودند که من صلاح نمیدونم شما در انتخابات حضور پیدا بکنید، به دلیل اینکه حضور شما باعث دو دستگی و تشتت و ایجاد فضای دو قطبی میشه. اون شخص در دوره ریاست جمهوری 8 ساله خودش هم کلا با ایجاد تشتت و دو دستگی و فضای دو قطبی در کشور کار خودش رو به پیش برد و علاوه بر اینکه هرج و مرج ایجاد کرد در نظام اداری و مالی کشور، بیت المال رو بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی رو برباد داد. مطابق اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات در جلسه‌ای که هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی داشتیم در دیوان، گفتند که دولت گذشته 48 هزار میلیارد تومان تخلف داشته، 48 هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی مالی داره که 12 هزار میلیارد تومانش مربوط میشه به شخص رئیس دولت سابق که تا کنون اجرا نشده. ما هم از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هم از رئیس دیوان محاسبات درخواست میکنیم که این احکام صادره رو اجرا بکنند. فقط 12 هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی براش صادر شده، برای شخص احمدی نژاد. چجوریه؟ امید هر دو امام خمینی و خامنه‌ای که تازگی ها تو رسانه‌های حکومت بهش میگن آیت الله رئیسی، میگه ما افتخار میکنیم که دست دزد رو قطع میکنیم، بعدم تو مشهد دست یه آفتاب دزد رو قطع میکنن.
بله، اون وقت این احمدی خودمون 12,000 میلیارد تومان فقط یه قلم دزدی محکومیت قطعی براش صادر شده، میخواد رئیس جمهور بشه. ایناست که میگم این با اون چه فرق میکنه. قبل از اینکه احمدی نژاد ثبت نام بکنه با اعلام آمادگی رئیسی به آمدن، همه گفتن خب دو قطبی شد دیگه، اون چیزی که آقا فرموده بودن و میترسیدن ازش. من اصلا چرا میترسیدی؟ یعنی اصلا این حرف چی؟ یه طرف حالا دو قطبی شد دیگه، یه طرف روحانی، یه طرف رئیسی. اصلاح طلب ها و اصولگراها نماینده هاشون به اصطلاح معلوم شدن، بقیه دیگه تو این طیف وسط قرار میگیرن، خیلی هم اهمیت نداره. بعد احمدی نژاد که میاد ثبت نام میکنه، خب باید جواب بده دیگه که چی شد. ولی فقیه گفت نه یا، ولی من در واقع التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه رو کنار گذاشتم و آمدم. معظم رهبری به بنده توصیه کردن که نیا تا دو قطبی نشود، درسته؟ بعد فرمودید که الان دو قطبی شده، اسمم بردید از افراد. خب ورود ما دو قطبی میکنه یا سه قطبی میکنه؟ پس تمام شد، پس مخالف نظر رهبری نیستی. این با مسخرگی همه چیو. خبرگزاری سپاه، خبرگزاری فارس هم یه فیلم تبلیغاتی ثبت نام از ثبت نام احمدی نژاد گذاشته، فیلم کامل صحبتاش هم در ستاد انتخابات کشور محل ثبت نام هست. آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، ستایی دست رو بالا، سرود بخونید، آقای دکتر، ستایی دست رو بالا، ستایی دست رو بالا، آقای دکتر، یه باری که شما رو بگیرید، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، بعد هم یه سخنرانی انتخاباتی میکنیم. صریح بگم شعارهای نئوفاشیستی رو که قبلا مشایی سعی میکرد آروم آروم وارد بکنه، یه مقدار صریح ترش میکنه. میگه ایرانیا، گوش بدین، میگه ایرانیا با تکیه به توانایی های ذاتیشون بشریت رو به سمت نجات رهبری میکنن. درست حرفایی که هیتلر برای ملت آلمان میزد. افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و در دورانی که ملت ایران مجدداً با پیدا کردن و بازیابی هویت اصیل خود و با پیدا کردن روح جمعی خود و با پافشاری بر توانایی‌های ذاتی خود مجدداً پرچمداری بشریت را در نیل آرمان عدالت و آزادی و عزت به عهده گرفته است. ببینین درباره اینکه چرا آقای احمدی نژاد خلاف توصیه مقام معظم عمل کرده، غیر از اون مسخره بازی دو قطبی و سه قطبی، توضیح میاد میده. اینم بشنویم و بگذاریم. مقام معظم رهبری سفارش فرمودند که بنده در انتخابات شرکت نکنم به عنوان کاندیدا. بنده هم پذیرفتم، گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود، گفتن نمیگوییم بیایید، نمیگوییم نیایید، توصیه بود. علارغم این که توصیه ایشون مانع از حضور نبود و علارغم این که فشار بسیار گسترده‌ای از ناحیه اقشار مختلف مردم عزیز به این خادم کوچک خودشان هست که وارد میدان انتخابات بشوم، اما من به قول اخلاقی که دادم پایبندم و امروز حضورم و ثبت نامم صرفاً برای حمایت از برادر عزیزم جناب آقای بقایی است که ایشون ثبت نام کردن، من برای حمایت از ایشون ثبت نام کرده ام. چی؟ یعنی اومدم که بقایی رد صلاحیت نشه. به هر حال معلوم نیست فردا چی بیاد بگه.
آتویی که از خامنه‌ای داره ظاهراً بهش اجازه میده هر کاری بکنه. رابطه احمدی نژاد و رهبر معظم شده مستاق رشته‌ای برگردنم افکنده دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. تحلیل‌های زیادی شده از نادیده گرفتن توصیه و نهی رهبر و ثبت نام احمدی نژاد، از جمله دکتر صادق زیبا کلام: احمدی نژاد با ایستادن مقابل رهبری به دنبال ایجاد محبوبیت است. خوب دقت کنین ها، خود این تیتر مطلب یعنی فاتحه رهبری نظام و تقدس نظام و خود نظام و مشروعیت و محبوبیت نظام خونده شد، خونده است. احمدی نژاد با ایستادن مقابل رهبری به دنبال ایجاد محبوبیت است. یعنی چی؟ یعنی رهبری شده معیار نفرت مردم و هر کس با رهبر زاویه پیدا کنه میشه محبوب مردم. احمدی نژاد با ایستادن مقابل رهبری به دنبال ایجاد محبوبیت است. این یعنی مشروعیتی برای رهبر نظام وجود نداره و برای نظام مبتنی بر ولایت امری این آقا مشروعیتی وجود نداره. وقتی محبوبیت مردمی در میزان مخالفت با رهبر شناخته میشه. احمدی نژاد میگه من اینقدر وزن دارم که آمدم فقط برای اینکه کسی جرئت نکنه بقایی رو رد صلاحیت کنه. یعنی وقتی اون تایید صلاحیت بشه من میرم کنار، تعهد اخلاقیمو که به آقا دادم اخلاقی فقط اون تعهد رو اجرا میکنم. خب از اون بر ابراهیم رئیسی میاد میگه من نامزد مستقلم، تا به همه بگه شما چه، به همه منظورم اصلاح طلب و اصولگرا، بگه شما چه حدی دارین که معرف من باشین اگه میخواین ازم حمایت کنین. مثل هر دوره هم این بار هم اینطور خواهد شد که همه جمعای اصولگرا میرن پشت نامزد اصلحشون، یعنی رئیسی. رئیسی هم که روشن موازش چیه، چه سابقهش که یکی از سه نفر هیئت مرگ بود و الان هم دادستان دادگاه ویژه روحانیت و هم به امر امام خامنه ای متولی آستان قدس. و همین رئیسی بود که سعی کرد ماه گذشته احمد منتظری بیفته زندان به خاطر انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با اعضای هیئت اعدام سال 67. حالا ما به این آدمایی که از فیلتر شورای نگهبان رد میشن مفصل خواهیم پرداخت در برنامه‌های بعدی. منتها بذارین اشاره بکنم بعد بریم سراغ مهمان محترم برنامه، به مواضع خارجی جناب ابراهیم رئیسی. یه نمونه بشنوین و بگذاریم. مردم رو دوست داشت، امام مخاطبشون ملت‌ها بودند، از دولت‌ها ناامید بودند. و افراشته بودن پرچم عاشورا معنا و مفهومش آن است که مثلی لا یبایع مثله، مثل من حسین ابن علی با مثل یزید هرگز سر سازش نخواهیم داشت. و ما دو جریانیم، یک جریان الهی، دلدادگی به خدا، خدا محوری و خدا خواهی، و یک جریان خودمحوری، استکبار و یزیدی، و این دو جریان هرگز با یکدیگر تفاهم و تصالح نخواهند داشت. روشنه دیگه، دشمن دشمنی که خامنه ای میکنه این صریح تو صحبت رئیسی و مواضع رئیسی است. نسخه رویارویی ایران با جهان دوباره پیچیده میشه دیگه، صریح داره پیشا پیش میگه رئیسی. باری از آدمای مطرحی که ثبت نام کردن و مخالف این نوع نگرش به جهان هستن مهدی خزعلی و قاسم شعله سعدی است. دکتر مهدی خزعلی موقع ثبت نامش در ستاد انتخابات کشور درباره سیاست خارجی گفت با تمام جهان باید مصالحه شود، تنها راه نجات کشوری که در سراشیبی سقوط است و به سمت جنگ می رود گفتمان عقلانی است، نباید مرگ بر هیچ تمدن و کشوری گفت. و
سخنرانی که کرد گفت آمده ام بگویم که دنیای جاهلیت اولا و اخرا را که به عنوان اصولگرایی و اصلاح طلبی قلابی مملکت را اداره کردند و ما را به اینجا رساندند پایان دهیم و به سمت عقلانیت برویم. ما حزب نداریم، همه باید حزبی باشند. کسانی که در وزارت ها منصبی داشتند باید سرشان را به زیر بیاندازند. شما گذاشتید که روزنامه ها را فله ای ببندند. شما بر قتل های زنجیره ای سکوت کردید و حقایق باید برای مردم بیان شود. دکتر قاسم شعله سعدی هم به عنوان نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری پریروز در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد. قاسم شعله سعدی از سریع بگم معرفی، در سال 1333 شیراز متولد شد، در سال 52 در رشته حقوق دانشگاه ملی ایران پذیرفته شد. شعله سعدی با رد پیشنهاد دادستانی انقلاب شیراز برای ادامه تحصیل بعد از انقلاب به اتفاق همسر و فرزند خود راهی فرانسه شد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه حقوق پاریس دریافت کرد و سپس دکترای خود را در سال 1362 در رشته علوم سیاسی از دانشگاه پاریس گرفت و متعاقبا در دوره دکترای حقوق در دانشگاه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. از سال 1362 در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و تربیت مدرس به تدریس حقوق بین الملل می پرداخت که از تدریس در دانشگاه منع شد و اخراج شد. شعله سعدی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی بوده است، دوره دوم و سوم وکیل دعاوی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی. بعد از انتخابات 88 مدتی زندانی بود و الان هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر. خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم و نوروز و بهار رو به جناب عالی و به همه هممیهنانم در سراسر کشور تهنیت عرض میکنم. درود بر شما. بهار البته از بس این طیف احمدی نژاد بهار بهار کردن، کلمه هم واقعا دیگه محتوای خودشون از دست دادن. بله آقای دکتر، من آنچه از مواضع دکتر خزعلی خوندم و حالا مختصر صحبتاشو منعکس کردم و از مواضع شما میدانم فرق چندانی با هم نداره. هم شما هم دکتر خزعلی میدونین با شناختی که از سازوکار فعلی دارین که رد صلاحیت میشین. خود شما در انتخابات قبلی هم نامزد شدید ولی در شورای نگهبان رد صلاحیت شدید. حالا بفرمایید که با توجه به اینکه دو دورم نماینده مجلس بودیم، بفرمایید اولا دلیل رد صلاحیت در انتخابات قبلی چه بود تا ادامه بدم. ببینید، اولا دلیل رو اعلان نمی کنم. فقط دو مرتبه من در مورد مجلس موقع کاندیدا بودم، در حینی که نماینده مجلس بودم برای دوره بعدش ثبت نام کردم، شورای نگهبان رد کرد. من رفتم اون موقع آقای رفسنجانی که هنوز البته به عنوان یکی از خواص بی بصیرت شناخته نمیشد و با من هم دوست بود، رفتم پلوش گفتم آقا من کار به دوستیمون ندارم، اما شما به عنوان رئیس جمهور مگر مسئول دفاع از حقوق شهروندان نیستید؟ گفت چرا. گفتم ببین شورای نگهبان علیه من چی داره؟ من که حتی 8 سالی که نماینده مجلس هستم حتی حقوق ماهانم رو نگرفتم و یک قلم کالای دولتی و رانت حکومتی تو زندگی خصوصی من نیومده که. آقا از من چی دارن؟ به محسن پسرش که اون موقع هم رئیس دفتر ایشون بود و هم رئیس بازرسی ریاست جمهوری بود مأموریت رسمی داد گفت برو شورای نگهبان راجع به دکتر شعله سعدی تحقیق کن. ایشون هم رفت تحقیق کرد و اومد گزارش داد، گفت شورای نگهبان راجع به دکتر شعله سعدی فقط یک جمله داره و اون اینه که معتقده که شعله سعدی مفت تبدیل شده به یه چهره بین المللی. این جرم من بوده از نظر شورای نگهبان به نقل از محسن هاشمی رفسنجانی که در اون سمت بود. بعد من رفتم پلو خود آقای احمد جنتی تو شورای نگهبان، گفتم آقا تو علیه من چه مدرکی داری؟ البته منو نمیشناخت با قیافه. گفت تو کی هستی؟ گفتم من شعله سعدی. تا گفتم شروع کرد به لرزیدن، اصلا میخواست بمیره و گفت که من راجع به تو نیازی به مدرک ندارم و نمیگذارم. حالا خوشبختانه من نماز خونده بودم توی اون ظهر اون روز پشت سر ایشون توی نماز جماعت، اما نیت فرادا کرده بودم.
چون ایشون رو من عادل نمیشناختم. خلاصه بهش گفتم خوشبختانه من نمازم رو هم به تو اقتدا نکرده بودم و الا حالا باید میرفتم خونه نمازم رو تجدید میکردم. خلاصه این دو مورد هست که ایشون میگه من نیازی به مدرک ندارم. خب حالا با توجه به این توضیحات و فرمایشاتون دوباره برای چی ثبت نام کردین؟ خب ببینید، من که نباید از ترس مرگ خودکشی بکنم، که من یه توانایی هایی دارم و کشورم رو در خطر میدانم، من باید بیام وظیفه‌مو انجام بدم. مثلا یادم یه وقت آقای خمینی هم میگفت که ما مأمور به تکلیف هستیم نه نتیجه. البته اون راجع به جنگ میگفت، حالا جنگی که منجر شد به مشکلاتی برای کشور، در پاسخ به آیت الله منتظری ایشون میگفت. خب من یک وضعیتی رو دارم میبینم در کشور، هم به لحاظ منطقه‌ای هم به لحاظ بین المللی. همین امروز دیدید که رئیس سازمان سیا دوباره ایران رو تهدید کرد و ما تو یک جنگی هم در واقع در گل نشسته ایم در سوریه، مسائل منطقه‌ای، مسائل بین المللی، و در درون کشور هم یک فساد گسترده‌ای حاکم شده که خلاصه باید این کشور رو از حالت بحران ما نجات بدیم. الان کل موجودیت کشور در خطر هست. من هم یه توانایی هایی دارم. خب میدونی من در سیاست و در حقوق تخصص دارم، در هر دو تجربه طولانی بین المللی و ملی دارم. بعدم همونطور که گفتم در بحث داخلی که فساد فراگیر شده، یه مردی میخواد جلو این فساد بایسته که خودش آلوده نباشه. من از اون هستم که حتی حقوق ماهانم رو هم نگرفتم، از بسیار از حقوق قانونیم صرف نظر کردم، و چون مرد مسئولیت، قانون، سیاست و خطر هستم اومدم جلو. شما میدونی که ریاست جمهوری واقعا آش دهنسوزی که نیست، که یعنی که آدم سر دست برش بشکنه. یک جایی هست که الان اگر به سرنوشت این 6-7 رئیس جمهور قبلی مراجعه کنید میبینید که سرنوشتشون چی میشه. یکیش فرار کرده رفته فرانسه، یکیش ترور شده. عرض کنم که حالا بعد آقای خاتمی الان با اینکه ممنوع النوه بوده، یعنی نوه گیرش اومده در خارج، حتی ایشون ممنوع الخروج نمیتونه بره نوهش رو ببینه. آقای احمدی نژاد هم که الان میگنش منحرف، به هر حال سردسته جناح منحرفین به ناب زعم همین جناح اصولگرا. بنابراین و این آقای زمدن همشون هم تقریبا به خیانت و به انحراف و اینجور چیا. آقای رفسنجانی هم شد به هر حال یکی از خواص بی‌بصیرت، لذا اونجا علما پخش نمی کنن. مسئولیت هست، خطر هست و در واقع درگیری میدان جنگ. آقای دکتر شعله سعدی، شما می‌فرمایید در اونجا مسئولیت هست. مسئولیت به هر حال پاسخگویی هم دارد در پیش، وظیفه است، مسئولیت و پاسخگویی. رئیس جمهورایی که تا به حال بودن به دلایل روشنی پاسخگو نیستن، مثل بقیه مسئولان نظام از رهبر گرفته تا پایین، اصولا عدم پاسخگویی و عدم شفافیت ذاتی نظام جمهوری اسلامیه. این همیشه بوده، تا الان نمیشه هم انکارش کرد. و بعد ببینید در مملکتی که شما، درست باز با عنایت به فرمایشات شما، در مملکتی که شما باید تابع مطلق ولی فقیه باشین، یک رهبر یک فرمان، روشن خواهش میکنم پاسخ بفرمایید، هرچند همیشه شما با صراحت صحبت کردین، آیا انتخابات یک بازی نیست برای بقای عمر نظامی که نتیجه ادامه عمرش تا امروز فلاکت بیشتر اقتصادی و سانسور ایدئولوژیک بوده؟ ببینید، خیلی‌ها به من هم انتقاد میکنن که چرا کاندیدا شدی. حتی دیدم آقای نوریزاد میگه رأی دادن هم خیانته، چه رسد به کاندیدا شدن. و بعضی‌ها همین نظر شما رو دارن، میگن آقا این نظام در حال سقوط هست، تو چرا میای اعتباری داری، اعتبارت خرج میکنی. من امروز بحثم ایران هست عزیزم. ایران در خطر هست و این مملکتی که حدود 1% مساحت جهان و قریب 1% جمعیت جهان رو داره، اما طی برآوردهای 7% یا 9% یا 11% منابع جهان رو داره و باید با یک مدیریت معمولی
متوسط زندگی مردمش حداقل 7%، حداقل 700% متوسط جهانی باشه، الان بخشی از مردمش تو گور میخوابه و بخش عظیمی از مردمش با این ثروت سرشاری که تو این کشور هست زیر خط فقر به سر میبره. استقلال و همه چون هم که مشکل با داریم. خب بنده به عنوان یک حقوقدان، به عنوان سیاستمدار، به عنوان کسی که صاحب تحلیل سیاسی هست، خب باید دست تو دست بذارم تا کشور از دست بره، یا اینکه بیام این تواناییم رو عرضه کنم و به آقای خامنه ای خطاب کنم. من امروز مخاطبم مردم ایران هست و شخص آقای خامنه ای. مردم ایران برای که بالاخره بحث ریاست جمهوری مربوط به زندگی اوناست، شخص آقای خامنه ای هم به دو دلیل، یکی اینکه ریاست جمهوری یکی از مصادیق بارز سیاست های کلان کشور هست که طبق قانون اساسی اصل 110 مستقیما در حوزه مسئولیت ایشون قرار میگیره، و دوم به این دلیل که صدی این کار و فعال مایشایی که پاسخگو هم به هیچ کس نیست، شورای نگهبانی هست که اعضای 12 گانه این شورا رو 6 نفرش آقای خامنه ای مستقیما منصوب میکنه و 6 نفرش محل واسطه توسط رئیس قوه قضاییه ای که منصوب خود آقای خامنه ای است. لذا به نوعی عمل کرده این شورا مسئولیتش متوجه شخص آقای خامنه ای هم هست. حالا من به عنوان یک حقوقدان اومدم میگم آقا من مسئولیت ها رو دارم، این توانایی ها رو دارم، دارم سیاستمدارم، تجربه داخلی دارم، بین المللی دارم، من حتی کار به این هم ندارم که مثلا برادر شهیدم یا مثلا همسر من رو مجاهدین خلق از طبقه دوم یا سوم ساختمان انجمن اسلامی دانشجویان در پاریس در حالی که 8 ماه عامل بوده پرت کردن پایین که ایشون رفتن سزارین زود هنگامش کردن که معاون نخست وزیر وقت اومد عیادت اسم نوبود رو گذاشت علی چتباز، یا دختر 4 ساله من رو پرت کردن از همون ساختمان، من کار به اینا ندارم. اینا اگر امتیازی هست مربوط به خودشون هست، ولی من به عنوان یک سیاستمدار و به عنوان حقوقدان، به عنوان این که یک سرسوزن رانت دولتی و حکومتی استفاده نکردم، دستان کاملا پاکی دارم و میتونم با این فساد نهادین شده و گستردهی که این مملکت رو به نابودی میکشه مبارزه کنم. همه شرایط قانونی رو هم دارم، همه اون 10 شرط رو که قانون اساسی ذکر کرده به نحو کامل در خودم میبینم و التزام عملی به ولایت فقیه هم باید داشته باشید و اتان دارید. حتما همینجوره. ببینید من تو مجلسم که بودم مثلا با یک قانون مخالف بودم، اما اکثریت اون قانون رو تصویب میکردن، بعد میشد قانون. من که مخالف اون قانون بودم تابعش بودم، من که دیگه بعد از اینکه قانون میشد. اما یه حرفم هست، قانون اساسی ما که وحی منزل نیست، قانون اساسی ما برآمده از گفتمان و دیسکورس سوسیالیستی دهه 1350 است. اصلا ببینید اقتصادش همه سوسیالیستی هست و الان مشکل داره. ما ببینید یه بک‌گراند ارائه میدم. تو این 4 دهه گذشته 3 حادثه مهم زندگی ملت ما رو تحت تاثیر قرار داده. یک، اشغال سفارت امریکا و به گروگان گرفتن پرسنل اونجا. 2، جنگ 8 ساله. 3، بحث اتمی. حتی من میخوام یه مورد 4 هم اضافه کنم و اون 8 سال حکومت احمدی نژاد هست که این تخریب این 8 سال از اون 8 سال جنگ به نظرم بیشتر بوده. خب حالا این چرا اینجوری شده؟ برای اینکه ما دیدگاه کلان و استراتژیک نداریم. مگر نمیدانستیم که اشغال سفارت یک کشوری ممکنه منجر به جنگ بشه؟ جنگ چرا به این روز افتاد؟ خیلی از این مسائل هست که ما داریم و چون استراتژیست نبوده تو این کشور، کلان نگر نبوده، در واقع دچار مشکل شدیم. خب حالا من بفرمایید آقای دکتر یکم مختصر بفرمایید. حداقل 20 سال من استراتژی در دوره فوق لیسانس و دکترای مهمترین دانشگاه این کشور یعنی دانشگاه تهران تدریس کردم، البته قبل از اینکه اخراجم کنم. خب بنابراین من اومدم
که این توانایی ها رو عرضه کنن. ببینید آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه مختصر به هر حال چارچوب نظرتون و مواضعتون رو در واقع مطرح فرمودید، ولی من جواب اون سوال رو نگرفتم، یه بار دیگه مطرح میکنم منتها یه مقدار صریح‌تر. ببینین آقای خامنه‌ای هر دوره میاد میگه که انتخابات رو شلوغ کنین تا روشن بشود که نظام ریشه داره، پایه داره در بین مردم، و هر دوره اصلاح طلبا میان با انواع ابزاری که دارن از نظر رسانه، ارتباطات، هر چیزی که حقشون هم هست البته، هر کسی میان مردم رو ترغیب میکنن، به ویژه جوانان کم دانش نسبت به سرنوشت حکومت قبلی و چگونگی انجام انقلاب 57 و پیامدش، ترغیب میکنن که بیان رأی بدین به کاندیدی که بتوانیم بگوییم که پس دادیم، رأی نبدین به کاندید به قول خودشون حاکمیت، یعنی به کاندید خامنه‌ای، به کسی که نظرش هست بیان در واقع با رأی نه بیاین. بعضی ها میگن اصلا این شد رفراندوم که ما گذاشتیم نه دادیم، مثلا روحانی انتخاب شد بله این رفراندومی بود علیه کاندید مثلا فلان. هر دوره این اتفاق میفته، این دوره هم احتمالاً میفته با تلاش شما و اصلاح طلبان، و در بر همان پاشنه 4 سال پیش میچرخه و این در میتواند هر 4 سال همینجوری به چرخه ادامه پیدا کنه. شما اگر که میخواید ریشه‌ای تغییر بدید وضعیتی که توضیح فرمودید و فساد نقطه مرکزیشه، آزادی ها در جای خود، اگه بخواید ریشه‌ای تغییر بدید، میدانید که در این چارچوب ناممکنه، چرا هر دوره میایین مردم رو ترغیب میکنین که بیاین برین رأی نبدین به رهبری حاکمیت که این وضع ادامه پیدا کنه؟ میدونیم منظورم اینه، تغییر وضع موجود چگونه ممکن است؟ این ادامه وضع موجود که فلاکته. الان خدمتتون میگم آقای میرزا یوسف مستشار دوله 40 سال 30 سال قبل از مشروطه نشریه رو منتشر میکرد به نام یک کلمه، و طی اون میگفت که مشکلات ایران یک کلمه است و اون فقدان و خب صحبت درباره آقای مستشار دوله که شد قطع شد اینترنت، یا چه میدونم قطع کردن اینترنت آقای دکتر شعله سعدی رو از تهران. ما تلاش میکنیم در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم تا پایان برنامه یا از طریق اینترنت پاسخشون رو بگیریم، از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن. من فقط یک اشاره‌ای بکنم که میخواستم خود آقای دکتر شعله سعدی هم بشنون این نکته‌ای که فرمودن که اقتصاد ایران طبق قانون اساسی اقتصاد سوسیالیستی است. اصلا چنین نیست. اگر ملاک این است که اصل 44 قانون اساسی با استناد به اون بگیم، یعنی دولتی کردن اقتصاد، رژیم‌های فاشیستی همشون اقتصاد چون دولتی ربطی به سوسیالیسم نداره، و رژیم‌های سوسیالیستی هم میتوانند پهلو بزنن به رژیم‌های فاشیستی اگر آزادی و دموکراسی هدفشون نباشه، و همینطور که شد ما در دوره استالین برای نمونه به روشنی دیدیم. به هر حال اقتصاد سوسیالیستی چیز دیگری است. یعنی خواستم بگم که این اشاره ها نه تنها مبهم است، بلکه ناشی از شتاب زدگی در بیان اصطلاحاتی است که به ویژه از طرف داوطلبان ریاست جمهوری یه مقدار دور از ذهن بود. خب اگه آقای شعله سعدی نمیادن، من سریع یک قسمتی رو باید خدمتون پخش بکنم که درباره بقایی ما یک چیزی داریم، مقایسه قیمت ها. ببینید آقای بقایی در سخنرانی هایی که یکی دو تا سخنرانی که کرد، و آقای احمدی نژاد هم فرمودن که من آمده هم که از بقایی حفاظت بکنم، که عرض کردم معنای روشنش اینه که بقایی رو تایید بکنید وگرنه من میمونم به عنوان اگه اون رد صلاحیت کنین، و بعد رد صلاحیت کردن احمدی نژاد هزینه هایی داره برای رهبر معظم که موندن خلاصه توش، به قول بسیاری از تحلیلگران اوضاع امروز ایران میگن این کاری که احمدی نژاد کرد به طور روشن یک حرکت برد برد بود، یعنی چه هر دوتاشون رد صلاحیت بکند شورای نگهبان به امر آقا
اینها ساکت نخواهند نشست، ما ممکنه گرون تموم بشه و هیچ قابل پیش بینی نیست احمدی نژاد، و اگر هم احمدی نژاد رد صلاحیت نکنن ممکنه با این وضعیت اقتصادی فعلی و شعارهای احمدی نژاد مخصوصا برای روستاییان و خود بقایی و این حرفایی که زده است ممکنه دوباره اینا شاخ بشن در برابر رهبری که زیاد هم حرفشو نمیخونن. باری اجازه بدید که ما ببینیم بقایی که میگه من میخواهم بیایم و درست ادامه دولت احمدی نژاد رو بدم، یه مقایسه قیمتو بکنیم از موقعی که احمدی نژاد اومد سر کار و موقعی که رفت. سکه تمام بهار آزادی در سال 84 99 هزار تومان بود، در حالی که در سال 92 با بیش از 1000% رشد به 1,100,000 تومان رسید. دلار آمریکا در سال 84 که 902 تومان معامله میشد، در سال 92 با 255% رشد 3200 تومان معامله میشد. تمامی خودروهای داخلی نزدیک به 150% رشد قیمت داشتند. مثلا پراید که در سال 84 به قیمت 6,100,000 تومان فروخته میشد، در سال 92 با 170% رشد 16,500,000 تومان قیمت خورد. در سال 84 بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت لیتری 80 تومان فروخته میشد، اما در سال 92 با رشد 775% به لیتری 700 تومان رسید. گازوئیل هم که در سال 84 لیتری 16 تومان بود، در سال 92 به قیمت 350 تومان رسید که رشد بیش از 2000% را نشان می‌دهد. برخ که در سال 84 کیلوواتی 16.5 تومان بود، در سال 92 و با رشدی 161% به 43 تومان رسید. گاز نیز که در سال 84 متر مکعبی 10 تومان بود، با رشد 620% به متر مکعبی 72 تومان رسید. گوشت گوسفند که سال 84 کیلوی 5010 تومان بود، در سال 92 با رشد 489% به قیمت کیلوی 29528 تومان رسید. آقای دکتر شعله سعدی یک دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم بفرمایید ادامه صحبت رو. ببینید من مردم رو دعوت میکنم، اصلا میخوام از وزارت کشور درخواست کنم که اجازه بدن روز پنجم اردیبهشت ماه ساعت 7 عصر مردمی که متقاضی هستن، تمایل دارن من کاندیدای ریاست جمهوریشون باشم، بیان در خیابانها و این تمایلشون رو ابراز بکنن. و پنجم اردیبهشت ساعت 5 بعد از ظهر، ساعت 7 بعد از ظهر بیان از وزارت کشور هم حالا من درخواست میکنم که این مجوز رو صادر کنه که کار خلافی نشه طبق اصل 27 قانون اساسی. اما مشکلات کشور مال دو، در واقع علتش دو تا چی هست؟ یک ضعف کارگزاران و یک ضعف سیستم هست. ضعف کارگزاران به این دلیل که امیرکبیرها حذف شدن و افراد ضعیف اومدن. بسیار خوب. امروز موقع یک خان تکانی است. آقای دکتر شعله سعدی بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر. بریم پرده آخر. خب هر سری رو فرستادن رو در خیبر کندن. از دوستان جا در خیبر رو دیده بودن، برای من تعریف کردن که متاسفانه از سال بین 62 و 63 بردن از اون مکانش بوده تا اون وقت. مهندسی گفت من تخمین زدم این دری که افتاده اینجا ابعاد و چه و چه و چه، گفت محلش کنده شده بود 200 متر طرف افتاده بود. گفت به تخمین من نزدیک 50 تن بودش. گفت خود اینا صحبت 55 تن رو میکردن. شب و روزگار خوش.